ایزان سلام عرض میکنم خدمت شما خانواده خداوند فرزندان محبوب پدر خدا را شکر برای امروز زیبا که خداوند بر همه ما شما آماده کرد تا در حضورش باشیم همیرقم سلام و احترام دارم خدمت عیزان که از طریق یوتیوب و رسانه ها و سایت کلیسا ما را میبینن خداوند شما را دوست داره خدا را شکر برای زمانی که شما وقت گذاشتین و پیام امروز را میشنوین اگر حضوران با ما ولی در روح در نام عیسی مسیح همه با هم یک جای هستیم آمین خدا را شکر میکنیم چی دلپذیر است چی لذت بخش است در حضور خدای خدایان شاه شاهان بودن کسی که خود مرا فرزند خواست کسی که خود اجازه داد که من فرزندش باشم این سرود زیبا واقعا این دو سرود آخر ایزان وقتی که در حال سرودن بودیم و در های قلب پدر نزدیک می شدیم من شخصا نور اگر اجازه زیرا می داشتم که امروز ما پیام نمی اصلا ما موازه نمی کردم این کتاب و این موصول قاط می اینجا فقط از اول تا آخر این دو تا سرود هم شنیدیم فقط این دو تا سرود هم می سرودیم جملات و کلماتی که دری است این تکرار میکردیم و با تمام قلب فقط از اول تا آخر شاید دو ساعت دو نیم ساعت این هم می و بعدش می آمدیم این زیافت خداوند سم می گرفتیم و با این پوری می گشتیم می رفتیم به طرف زندگی های ما که با این پوری زندگی را ادامه بتیم چی زیباست هللویا چقدر این سرود زیبا بود چی شیرین دلپذیر است نام تو را سرودن با تو ملاقات نبودن صدایت را شنیدن کی صدای خدای ما را صدایی که با عشق آگاپا منو دوست داره و پذیرفته و در آغوش داره صدای ما بشنوم کی چی وقت چی گونه چطور زمانی که می خواهیم برام در حضور این شاه شاهان مثل که امروز من و شما اینجا به حضور به هم رساندیم یک جمله که من همیشه گفتیم قدیم ها می رو خداوند در قلب من گذاشته بود ای ما در کلیسا آمدیم یا کلیسا در ساختمان آمده کلیسای خداوند بدن خداوند در ساختمان آمده تا در حضور این شاه شاهان با او ملاقات بکنن آمین میبینی چی زیباست کلام خدا عیسی مسیح کلام خدا میگه خدا بود با خدا برابر بودن غنیمت ندانست آسمان را تی کرد آمد در زمین صورت غلام را گرفت که با من تو ملاقات بکنه با انسان که درمانده و گناهکار و پا افتاده و زمین خورده من تو نمیتونستیم با اون عظمت و بزرگی و اون لایتنهایی خدا برسیم و تمام این مسیح را تی میکنه میاید تا این حضورش را من تو لمس بکنیم تا در این حضور من تو با اون ملاقات بکنیم تا در این حضور من تو اما شادی و لذت سماوی را بچشیم و ببینیم و درک بکنیم ایمان داشته باشیم آمین این است کار عیسی مسیح ما نجات نیافتیم که فقط ایمان بیاریم و بریم دنبال و کار زندگی ما ما ایمان آوردیم نجات را دریافت کردیم تا در این حضور بمانیم آمدن در حضور یک چیزی است ماندن در حضور خداوند چیز دیگه پس آمدیم امروز که در این حضور بمانیم ایزان نریم از این ساختمان بیرون و حضور را فراموش بکنیم بلکه با این حضور بریم بیرون و در این حضور بمانیم تا آخر آمین قول می تیمینا هللویا خدا را شکر میکنم پس ایزان بریم روی کلام خداوند و از مقدمه بگذاریم که شما هم خستنش این هوا گرم است و پیام خدا را بشنیم و امروزم که اول ما است و این میز و این زیافت این سفره مقدس خداوند را با هم داشته باشیم ایزان من شما امروز آمدیم کلیسا من یک سوال بکنم نه به خاطر که خدای ناکازه به احترامی درش باشه یا جسارت کرده باشم فقط میخوایم که آماده شیم برای شنیدن پیام ما آمدیم امروز در جمع خانواده خداوند که دیدار از خوار برادری داشته باشیم کلام خدا بشنویم برکت بگیریم سرود بخوانیم پرشیم از حضور خدا و برگردیم بله همینطور است آمین بزرگ که نیامدیم با رغبت آمدیم ام. فشار هم نبوده وظیفه هم نداشتیم مجبور هم نبودیم عشق ایمان ما را کشان که بیایم اینجا و در حضور پدر با هم لذت ببریم خود را شکر این حضور چقدر شیرین است و ایزان نمیدونم یک ایزان حتما خبر دارن اگر, اگر ندارن من نور برای دومین بار که دیشب پدر بزرگ شدم یک نوه یا نواسه بسیار عزیز دارم هوا جان که سه سال عمر داره و نوه بسیار شیرین و خوش زبان و خوش برخورده است و خداوند دیشب بر ما خوشی ها بیشتر کرد در خانواده ما یک بار دیگه دروازه رحمت خداوند باز شد و نوه دومی آمد قلتماش دوباره دخترش به دنیا آمد نه دوباره دخترش به دنیا آمد و ما بیشتر شاد شدیم به حال ولی هوا خانم هوا خانم زمانی که خانه است با ما من که اومپی هستم و فوزیه که اومی است وقتی که فرهناز دخترم بخواد دخترش بگیره و بره دوباره طرف خانه و زندگیش هوا خانم گریه میکنه ناراحت است اصلا دلش نمیخواد که از, از, ما جدا شود بره طرف خانه خودش باور کنیم بارها با گریه مادرش بردادش بارها با فشار گریه کرده با غل و غل گرفتش و به زور بردش که بیا بریم که بخواب فردا کودکستان میری چرا چرا هوا اینقدر علاقمند است که در خانه با اومی و او پیش اونجا باشه و چون خوش میگذره برش لذت میبره اونجا به خواسته میرسه شکلات دارد محبت دارد ناز نوازش داره همه چیزا برش میرسه هر چی که هر چی که خواسته باشه دوست داشته باشد برش محیا میشه این برای هوا ولی برای من فوزیه چی برای من فوزیام این لذت را داره که ما فقط او خاصه که دیدن این مغز با آدم و در آغوش گرفتن این مغز با را داریم و لذتی که در زندگی برای ما داره این هم داشته باشه پس برای دو طرف این زیباست هم برای هوا که با خواستهاش میرسه هم من که به عنوان پدر بازار با این خواست میرسم که نوی مرا بغل میگیرم و لذت میبرم چی خواست بسیار بهتر از اینکه بعد از اینکه یکی به این راست و یکی به چپ و زندگی را ادامه بتیم خدا را شکر پس وقتی که اینا را برش توجه میکرم ایزان در این شب روز یک, یک, کتاب را سر دست داشتم قسمتاش خواندم و یک نکته بسیار جالب را یادداشت گرفتم را برای شما در این صحبت آغاز بگویم و او که این کتاب عنوان داره دوستی سمیمانه با خدا حتما کتابخانه کلیسا داره چون این از کتابخانه کلیسا گرفتیم دوستی سمیمانه با خدا مطالب بسیار زیبا و صمیمانه که چطور ما میتونیم در این ارتباط با خدای خود ما باشیم نوشته کرده جملات بسیار کوتاه ولی بسیار پربها که تشویق میکنم و ترغیب میکنم ما را که چطور بتانیم بسیار با سادگی در حضور خدای ما بمانیم تنها نریم بلکه در رفتن بمانیم تا آخر یکی از جملات که من یاد گرفته میگه هیجان انگیزترین رویداد زندگی ما به حقیقت پیوستن رویای دوستی سمیمانه ما با خدا است این هیجان انگیزترین لحظه زندگی برای من برای تو این است که اون حقیقتی که ما رویایش داریم آرزویش داریم در در صددش هستیم این به حقیقت می پیونده و او چی است در آرزوی هستیم که با خدای خدا ما یک جای باشیم در حضور خدا باشیم و این بودن در حضور خدا برای ما چی نتیجه میتن؟ من دو تا چیز به یادداشت گرفتم اینجا در فکر ما آمد یک خداوند خداوند خودش به این رضایتش می‌رسه. چون خداوند رضایتش در این است یا هدفش در این بود که من تو را خلق بکنه که با او مشارکت داشته باشیم با او یک جای باشیم در ارتباط صمیمیت با خدای خود ما باشیم این رضایت خداوند است آمین چند نفر باور دارم که ما نه به خاطر از اینکه امتحان شیم در روی زمین که بعضی ادیان مذاهب برای ما اینه درس داده که ما رو برای امتحان روی زمین گذاشته بلکه برای مشارکت با خودش با دوستی با خودش خلق کرد به خاطر این است این در این قسمت رضایت خدا فراهم میشه ولی در قسمت زندگی من تو چی من تو رضایت ما حاصل میشه و او از اون آرزوی که داریم برش می رسیم. چیزی باست رسیدن به با این آرزوی که ما در حضور خداوند خود ما باشیم حضور پدر حضور عیسی مسیح حضور او قدوسی که هیچ چیز بد درش نیست بجز از شادی آرامش بجز چیزی که نیاز ما از درش به او می رسیم اینا را همه در بودن در حضور خدا برش دست پیدا می کنیم آرزوی قلبی من تو چی است؟ نیاز من تو چی هست که با قوت روی قدوس خداوند در حضور شاه شاهان این روال ارباب باشیم حضوری که من تو نمیتونستیم گفتم برش برسیم این حضوری که خود آمد نزد من تو عیسی مسیح کلام بود کلام نزد خدا بود کلام خود خدا بود کلام آمد روی زمین جسم پوشید در میان من تو ساکن شد در در نور در تاریکی آمد تاریکی را نشناخت اگر زمانهای را نشناختیم زمانای درد ها مشکلات ها ما را از این حضور دور میکنه اشکال نداره در ادامه پیام میبینیم متوجه میشیم که چطور این ضعف های ما با قوت تبدیل میشه تا در حضور خدای ما بیم ایزان ما زمان ها و وقت های خود ما را در کجا میگذرانیم خداوند لحظات زندگی را بر ما خیلی گران بها داده تماما لحظات زندگی ما ثانیه دا ثانیه و لحظه بر لحظهش بر ما ارزش داره گران بها هستش چون خدا به خاطر یک وظیفه و یک کار علکی من را خلق نکرد گفتیم به خاطر بودن حضور خودش و به خاطر کارهای بسیار عظیم من را خلق کرد و ایمان من به خاطر این کارهای عظیم خداست که اینجا نشستیم پس وقت های گرانبه های خود ما را کجا سپری می کنیم بودن در مجالس در محافل دوستان در شب ها در کنار خانواده ها دوستان کار بده نیست خدا را شکر چرا که نه هم در خانواده ما جشن داریم پارتی ها داریم در حضور هم دیگه هستیم هم در کلیسا خدا را شکر ما جشن های زیاد داشتیم ما رو که موضوع کرونا است ولی سال های قبل ما خیلی جشن داشتیم عروسی ها داشتیم تولد داشتیم جشن سال نو داشتیم جشنها داشتیم چهار سه امروز می آمدیم تا فردا پنج شش صبح در اینجا می بودیم ما یادم است که بارها بارها نه یک بار هست بار آخرین نفر که از این کلیسا بیرون رفته من و پاسور بودیم و این شب نشینی ها خیلی عالی است ولی یک چیز در این شب نشینی ها و در این پارتی اگر متوجه شده باشیم فردای اون روز یک خستگی را داریم یک سردرد داریم کسالت می داشته باشیم خصوصا روز دوشنبه اگر بریم سر کار اونایی که کار میکنن حتما احساس کسالت و خستگی میکنیم اگر دوست سوال کرد که یعنی چرا میگه خب دیشب ما پارتی بریم با دوستا ما دعوت بریم یک کم سرم درد میکنه نارام خواب چون شب تا صبح بیدار میباشیم چقدر زیباست که ما شب ها تا صبح در پارتی ها میزنیم و میرقصیم و لذت میبریم ولی بعضی اوقات هزان در جلساتی که حضور به هم میرسانیم در جلسات کلیسایی یا در سیمینارها یا در کلاس های درسی یا در اقجیان هدفمند یا در یک شنبه یا در جلسات ملاقات با خدا در دعاها اکثرا زود خسته میشیم زود انرژی ما ضعیف میشه زود انتقاد میکنیم بابا این نور چقدر حرف میزنه زود موازیش تمام کنه بریم که مدیر جلسه اگر پویا باشه حرف از دهنم آجل میگیرم قتم کن که بریم خداحافظ کنم دیر شده اپویا پس <applause> این جشنا گذرا از در یک وقت زمان کوتاه هستش ولی متاسفانه یک تعداد مردم یک تعداد عزیزان یک تعداد انسان ها متاسفانه در شب نشینی ها یا در پارتی ها دعوت های حضور به هم میرسانند که نباید برسانند متاسفانه در معافل غیر اخلاقی هستند شبها را تا صبح در مجالس مگذرانند که اصلا نباید باشند و گذشته از او حتی به خاطر فرار گریز از دردها و مشکلات ها و سختی ها رجوع میکنند یا پناه میبرند به مواد مخدر و اعمال ناشایست دیگه دی و گناهانی که هست مطمئن که این از خدا نیست ولی متاسفانه بعضی انسان ها به خاطر ترسی که از شکست دارند میاین و این اعمال را انجام میدن هست متصفح. دنیا پر از این است ما در دنیا پر از گناه و سقوط کرده زندگی می کنیم. ولی بیایم سر کلام که کلام خداوند این کلام زنده این کلام زیبا چی تعلیم برای من تو داره کلام خدا چی تعلیم داره که من تو زندگی سالم و زندگی روحانی و زندگی خدا پسندانه در خداوند با خداوند و در زندگی خود ما در قلب خود ما در این دنیایی سقوط کرده که هستیم داشته باشیم خاص خدا از زندگی سالم از من تو چی هست اگر به آیات از کلام خدا مراجعه بکنیم آیات زیاده چون کلام خدا تمامی تعلیم است برای من شما این روشنی قدم ها و زندگی من شماست ولی من دو سه تا از کلام خدا انتخاب کردم اینجا و با هم میخوانیم آیات را میخوانیم که آیات را می خوانیم که با حکمت ترین فرد زمان خودش کسی که همه چیز داشت و ایرا گفت و حرف قلب خودش را اینجا صحبت کرد و امروز به عنوان کلام خدا تحریر شده و در اختیار من تو است کسی که همه چیز امتحان کرد کسی که خواست قدم وردارد در دنیایی که زندگی میکنه امتحان بکنه ببینه چی هست روحانیت معیشیت لذت دنیا لذت با خدا لذت از اموال لذت از همه چیز یعنی هر چیزی که من تو در دنیا تصور میکنیم این شخص یک بار اینا رو امتحان کرد و همه داشت در اختیار داشت سلیمان در کتاب دوی جامعه من اینجا سه تا آیه را گفتم ولی من کمی بیشتر میخوانم خدمت شما کتاب دوم جامعه باب دو پس در دل خیش گفتم حال بیا تا تو را به لذت ها بیازمایم چقدر ما با خود گفتیم که بیاین این کار را بکنیم ببینید چی میش اگه امتحان بکنیم بیا و خوش باش اما دیدم این نیز بطالت است درباره خنده گفتم دیوانگی است و درباره لذت که از آن چی سود اینه که دلم همچنان مرا با حکمت ارشاد می کرد در دل اندیشیدم که چگونه تن خیش را به شراب خوش سازم و حماقت بیش نبود و به شراب خوش سازم و حماقت پیشه کنم تا شاید دریابم که بنی آدم را چه چی چیز نیکوست تا در چند سبای عمر خیش زیر آسمان به عمل آوردن بیا یک بار امتحان بکنیم این سیگار رو بکشم چی مزه داره؟ چند نفر سیگار میکشن اینجا؟ من هم دو سال سیگار کشیدم اولین پک، اولین سیگار که لذتی که بر من داشت در بیست دو سال دیگر نداشت چند نفر مشروب میخورن اینجا؟ من هم دو سال مشروب خوردم اولین پای که یادم میاد پراموش نمیکنم نبود نو درصد ارکول داشت اولین اولین قطعی که دکه خوردم یا اولین مشروبی که نوش جان کردم لذت شد در 22 سال دیگه نداشت او 22 سال برای معمولی شده بود ولی بله اینجا عزیزان میخندین بله این است خداوند بدیا را درست میکنه مطمئن باش با خود اندیشیدم که چگونه تن خیش را به شراب خوش سازم و حماقت پیشه،, پیشه کنم تا شاید دریابم که بنی آدم را چیز چیز نیکوست تا در چند سبای عمر خیش زیر آسمال به عمل آورم کارهای بزرگ کردم برای خود خانه ها ساختم تاکسان ها قرض کردم باغ ها و تفریگاه ها از برای خیش دایر کردم و انواع درختان میوه در آنها کاشتم و هاوس های آب برای خود ساختم تا درختان یا درختستان را که درختان در آن رشد میکرد آبیاری کنم غلامان و کنیزان خریدم و مرا خانزادان بود و مرا خانازادان بود نیز بیش از هر کس که پیش از من در اورشلیم بود گله و رحمه داشتم همچنین سی زر و خزائن پادشاهان و ولایت از برای خیش گرد آوردم در کل سلیمان همه چیز را جمع کرد گروه موسیقی، زنان بسیار، نوکر، چاکر، زمین، قصر همه چیز، صلاحیت پادشاهی همه چیز را داشت و کلام اینجا گفت که من همه چیز را جمع کردم سلیمان همه چیز را داشت این چیزه است که کم و بیش آرزوی من شماست که اینا را داشته باشیم ولی آیه یازده این باب چی میگه؟ بالاخره سلیمان به با کجا رسید؟ به چی نتیجه رسید؟ بالاخره سلیمان به با کجا رسید؟ به چی گفت؟ سلیمان در آیه گفت که همهش بتالت است همگیش به با پشت باد دویدن است همگیش پوچ بیمانی است ایزان رسیدن به ثروت کار بده نیست علم و دانش کسب کردنش بد نیست رسیدن به مقام و موقف و منزلت کار بد نیست ولی یک چیز را من یاد گرفتم در خداوند که همه بر همه اینا اگر برسیم بر ما ترس غرور و شکست به بار میاره چون اگر پول ثروت زیاد داشتیم ترس داریم که اینا از ما گرفته میشه دزد میزنه یا نمیدانم هزاران مشکل دیگه به بار میه اگر جشن ها و شادی ها و دوست ها و نمیدانم قصر ها و این مجلل داشته باشیم بالاخره ترس ازی دارم که سیل و زلزله و اینا یا که کسی دیگه بیشتر از من میداشته داشته باشه بهتر و زیباتر از من درست میکنه چون رقابت درست کردن قصرها بسیار زیاد است خصوصا در وطن ما در افغانستان مردم از گرسنگی میمیرن جنگ و وحشت و ویلا داره ولی قصرهای میلیاردی درست کردن متاسفانه به خاطر چشمان چشمی ولی تمام اینا سلیمان به این گفت که اینا رو پشت باد دویدن است پشت باد دویدن است. چیز به درد نمیخوره یا مثلا شخص را ما میشناسیم استیون هایلینگ یا استیون بزرگترین فیزیکدان جهان این شخص چی داشت بهترین مغز فهمیده ترین شخص در روی زمین ولی منکر خدا ولی ناامید از دنیا ولی ناامید بود ایزان ناامید بود علم داشت بزرگترین فیزیکدان قرن ولی روی مدرن ترین چی میگن ولچر، چرخ و چرخ الکتریکی نشسته بود آیا فکر میکنیم با تمام این شهرت و اسم و رسمی که داشت ایشان ناامید نبود از زندگی آرزو نداشت، آرزو نداشت که مثل دیگر انسانها شلوار شیک بپاشه و بیسه در مقابل هزاران نفر با, با, با خیز و جسب با دست زدن حرف بزنه؟ یا آرزو نداشت که ادقل در این سندلی چرخدار نباشه؟ داشت، صد در صد داشت، نامید بود از زندگیش، نامید بود شاید من نمیدانم این فقط فکر احساسی اص... انسانی خودم است شاید در مجالس بسیار غیر اخلاقی هم سم میگیره که اگر بتانه خودش رو ارضا بکنه اگر بتانه از این دردی که در درونش است بیای بیرون چون اینجا سلیمان هم خواست که این جار جمع کرد تا اون رضایت درون خودش برآورده بسازه وقتی که با اونجا رسید که نه همش بتالت است از پشت باد دویدن است حتما ایشانم با اونجا امیدوارم که رسیده باشن که تر آخرم نرسیده بود ولی اونجا باز خداوند میتونه بایی صحبت بکنه برگردیم به کلام خداوند دوستان در کتاب مزمور باب اول چی تعلیم زیبایی برای ما داره؟ کلام خدا چی میگه؟ خوش به حال آنان که در مشورت شریران گام نمیگذارن پس ما کجا میریم روز ما را در کجا سپری میکنیم زمان ما را شب روز وقت ما را کجا میباشیم باشیم خوشا به حال کسی که در مشورت شیران گام نزند و در راه گناهکاران نیست و در محفل تمسخر تمسخرگران نشیند ننشیند داوود این حرف را زد که امروز تعلیم کلام از برای من تو خوشا به حال کسی که واقعا خودش در حضور خدا میبینه کسی که میخواهد که با خداوند عیسی مسیح در ارتباط باشه خوشا به حال خوشا بالا کسی که در مجلس شریران نباشه چون در مجلس شریان ایزان لذت ها بسیار است همونطوری که کلام خدا میگه در حضور خداوند لذت ها بسیار است در در جمع شریران و گناهکاران هم لذت دنیایی و عیاشی بسیار زیاد است یک مثال از خودم خدمت شما بگویم روزی از روزها چند سال پیش من خدمت کلیسای بریمن داشتم اکثرا اونجا شنبیا بر خدمت می رفتم یکی از شنبیا در برگشت وقتی آمدم از بریمن تلفن تلفن زنگ آمد و صحبت کردم با یک دوست که سالها پیش در وطن با ما دوست بود و رفیق همکاسه و همپیک و هم سفره بودیم با هم و در اونجا در اون مجالس که نباید می بودم بودم متاسفانه ولی ایشان که در آن بار دیده بودن زنگ زد و چند تا از دوستای دیگه که ما در یک گروپ که در اونجا بودیم اونا را دیده بود با اونا صحبت کرده بود که نور را در آمبورگ دیده بعد چیکار کرد به من زنگ زد که نور امشب ما برای تو یک مجلس گرفتیم یعنی با هم جمع شدیم میخوایم که با افتخار تو با هم هستیم بیا چند نفر با هم امشب کمی خوش بگذرانیم من در مسیر بریمن هامبورگ بودم و از خدمت روحانی و از از کلیسا بودم من چی کار باید میکردم؟ میرفتم یا نمیرفتم در اونجا؟ آیا با تلفن جواب منفی میدادم که من نمیایم؟ یا میرفتم در اونجا؟ اگر میرفتم پس من با شریران همگام بودم چون میدانستم در اونجا رفتن من چی هست؟ و در اون مجلس چی هست؟ در اون دعوت و میمانی چی هست؟ کاملا میدانستم چون خب میشناختم و اگر نرم چی میشه؟ من به این ایده به این فکر که گویا کلام خدا میگه عیسی مسیح هم دو گناهکاران نامیدن و ما باید برم این نور یا کسی که نور خدا داره در این تاریکی برم تا از پیام خدا من به نیت این که برم پیام خدا را بر اونا بر برم و بگم که من و عیسی مسیح کی ساخت چی درست کرد نوری که شما 25 سال پیش در کابل دیده بودین و این, این نوری که امروز است عیسی مسیح خداوند چی تغییر درش آورد رفتم در اینجا عمدن رفتم رفتم در اشتایل صبح اینجا در هامبورگ و در این وقت که اتاق داخل شدم ایزان در اتاق وقتی که باز کردم امی دود سیگار انفجار کرد من زد بیرون چون از ترس همسایی ها که صدای موزیک و عرف اینا را نشنوند میدن که وقتی اینجا امسا... دو تا کم سر صدا شد هم سایه زنگ میزن و پلیس را در را بسته و سیگار میکشن و من متنفر از سیگار بر حال رفتن در جمع اینا نشستم و صحبت آغاز شد و اینا نمیخوام همه موضوع را بگویم فقط منا بعد از او مجلس ترک کردن چون گفتم تو که تو ملاش شدی ما با ملا دیگه کنار بریم و ما را به نام ملای مسیح اونجا اسم گذاری کردن بر حال خدا را شکر که اونجا جلال خداوند را من دیدم و بعد از مدت ها یکی از اونها ایمان آورد به عیسی مسیح اونجا از این رفتن ما به عنوان یک ایماندار وقتی که در جمع اونشان میریم اوکی است ولی چگونه باید اونجا از خود اونجا شخصیت را نشان بدم که بله من افتخار ازیره دارم که فرزند خدا هستم افتخار ازیره دارم که یک مسیح هستم افتخار ازیره دارم که من از حضور خدا آمده ایم و اینجا با شما چند لحظه هستم تا شما را در این حضور دعوت بکنم چون من مستقیما از ایشان دعوت کردم به عیسی مسیح و حرف های شنیدم که گفتنش اینجا لازم نیست پس دوستان عزیز کلام خدا برای ما بسیار واضح میگه که ما را از دنیا جدا کرد ما را با خودش یکی کرد ما در دنیای گناهکار پر از گناه زندگی میکنیم ما را از تاریکی آورد به نور خودش و صحبت را کوتاه بکنیم بریم حرف را از داود دوباره بشنویم یک فریاد دل کسره که همه چیز داشت داود هم قبل از فرزندش یا پسر سلیمان همه چیز داشت داود که پادشاه بود داود که همه چیز داشت ها؟ پادشاه بود صلاحیت داشت قدرت داشت و و و و نوکر چاکر داشت اونم زن ها داشت اونام قصر داشت بزرگترین پادشاه اسرائیل بود همه چیز را داشت شجاع بود دلیر بود آدم جنگی بود هیچ چیز کم نداشت ولی فریاد دل داوود حرف است که اگر این کلام را تا امروز نخوندی امروز بخوان عزیز من ببین که چطور من تو را بیدار میکنه این حرف آیا به اینجا رسیدی تا به امروز که داوود چی میگه آیا آرزوی قلب من تو این هست آرزوی من که هست مطمئنا که آرزوی تو هم است اما تنها در آرزو نباید ختم کرد این آرزو را باید به عمل آورد این را باید قدم گذاباش راه رفت و انجام داد او کدام است باب بی سفت آیه چار چی میگه داوود با واسه گفتم همه چیز داشت ولی یک چیز از خدا خواست با او چی بود و در پی آن خواهم بود در پی آن خواهم بود یک چیز از خداوند خواستم و در پی آن خواهم بود من نمیدارم عزیز من که شما در پی چی هستین یا عزیزان که ما نمیبینن در تلاش چی هستیم که همه روزهای زندگیم هم در خانه خداوند ساکن باشم یک ببین کلام خداوند که ذره به ذره جمله به جمله حرف به حرف نکته به نکتهش علم الهی بر من تو است و علکی هم نوشته نشده جملات را با کلمات دقیق شیم عیز من میگه همه روزهای زندگی ما نه یک ساعت نه دو ساعت نه یک زمان مشخص نه یک مکان مشخص بلکه همه روز زندگی هم وقتی همه فکر میگه این همه همه چیز را در بر میگیرد همه روزهای زندگی هم در خانه خداوند ساکن باشم کجاست خانه خداوند کجاست خانه خداوند آیا یک مکان است که من سفر کنم پول جمع بکنم تا برسم اونجا خانه خداوند برم زیارت بکنم یا خانه خداوند جایی است که خداوند گفت من در خانه دست ساخته شده به دست انسان ساکن شوم یا در خانه ساخته شده به دست خودم بدن شما معبد روح القدس است اگر معبد خداوند اینجاست پس خدا با من ساکن است پس من در حضور خدا هستم به عنوان این که ایمان دارم به عیسی مسیح در حضور خدا هستم هر جایی که من میرم حضور خدا را با خود میبرم هر جایی که تو میری حضور خدا را با خود میبری چند نفر ایمان داره میزان وقتی که من با مسیح و مسیح در من زندگی می کند مسیح وقت در من زندگی می حضور خدا در من است وقتی حضور خدا در من است من هر جای میرم خدا را با خودم میبرم حضور خدا را با خودم میبرم آمین موافق هستیم با این حرف من خدا را شاک پس داوود همه روز روزهای زندگیش آرزو داشت آرزو داشت که در خانه خداوند باشه تا بر زیبایی های خداوند چشم بدوزم و در معبدش پاسخم را بجویم زیبایی خدا را میخوایی؟ برکت خدا را میخوایی؟ زیبایی خدا در چی است یک فیگور نیست که بسیار زیبا ساخته شده باشه با طلا و جواهرات زیبایی خدا قدوسیت پاکی و عظمت خدا است اون خدا خود زیباست به جز از خدا زیبایی وجود نداره به جز از خدا عظمت وجود نداره به جز از حضور خدا جایی نیست که ما در اونجا آرامش داشته باشیم اونجا نیازهای ما را پیدا بکنیم اونجا خود ما را راحت ببینیم اونجا حکمت داشته باشیم خدا این خدای زیبا با آماده است که ما را نگاه بکنیم تا بر زیبایی خداوند چشم بدازم و در معبدش پاسخم را بجویم. کجا می ما پاسخ های زندگی خود ما را پیدا بکنیم؟ کجا؟ کجا سوالات زندگی ما را داریم پیدا می کنیم جوابش را؟ کجا خود ما را آرامش پی... در کجا آرامش می توانیم داشته باشیم؟ در کجا می توانیم اون نیازهای درونی ما را و چیزی که نیاز و احتیاج برش داریم به دست بریم پیدا بکنیم بجز از حضور خدا بجز ماندن در حضور خدا و الا دیسکو و معفل و نمیدونم سینما و پارک و مجالس خیلی زیاد است دنیا پر از اینا هستش کجاست کجاست که ما میتونیم اینا داشته باشم ایزن امکان رفتن در حضور پدر را دریافت بکنم از کجا چطور حضور و پر برکت الهی پر از شادی آرامش سلامتی روحانی که نه بر یک مدت کوتاه نه در یک زمان کوتاه و مشخص بلکه در هر زمان و هر وقت و هر لحظه میتونه را داشته باشیم پس این لذت سماوی و این لذت روحانی فقط و فقط با مشارکت با خدا با مشارکت با رول قدوس با پیوستن به عیسی مسیح است آمین با ایمان به عیسی مسیح جای دیگر نیست ای زمان جای دیگر نیست باور بکن دنیا با تمام معیشتهایش با تمام زیباییهایش با تمام خوبیایی که داره باز هم آن چیزی که نیاز درون من تو به من تو نمیته. من جسارت نمی کنم. من در دنیا خیلی کارها کردم از خیلی مسیرها گذاشتیم خیلی چیزها را تجربه کردیم اگر مانند سلیمان قصرها و زنها و پول و اینا نداشتم ولی تا حد انسانی توان خودم خیلی چیزها داشتم از خیلی چیزها گذشتیم من شعار زندگیم قبل از ایمان بود من زنده جهان زنده من مرده جهان مرده هر کار دلم بخواد میکنم اینه من 20 سال پیش گفته بودم در یک صحبت هر کار دلم بخواد میکنم ولی این از کلام خدا بود نه تعلیم خدا بود نه خاص و اراده خدا بود برم وقتی آمدم در حضور خدا الان میدم که من هیچم و یک چیز آرزو دارم مثل داوود که همیشه در کنار شما با شما در خانه خداوند خودم باشم این آرزوی من است و هر آن چیزی که نیاز داریم ایزان ما فقط میتونیم در حضور خدا داشتم عیسی مسیح چی گفت در کتاب یوحنا با باب 14 آیه 27 ساز زیبا میگه آرامش که من به شما میتم دنیا نمیتم از من دنیا آرامش نداره دنیا درد رنج غم جدایی قتل تجاوز دزدی کشتار بم مرزی کرونا جدایی طلاق عشق ناله و ویلا دارد ولی حضور خدا آرامش الهی و آرامش سماوی دارد این از خدای عیسی مسیح این از کار خدا این از آرزوی خدا این از اون فضیلتی که خدا بر من تو در نظر دارد. آمین کجا میتونیم این آرامش این حضور را به دست بیاریم خیلی از شکست ها در زندگی از ترس می عزیزان ترس از دست دادن خیلی چیز ها اگر ما در زندگی از چیز شکست می خوریم به خاطر این نیست که ناتوانیم به خاطر از این که ترس داریم که ش... مبادا با اون دست پیدا نکنیم اما عزیزان من خداوند چی میگه ولی شکست ترس رفتن در حضور خداوند و ماندن در حضور خداوند است وقتی که در حضور خدا میمانیم ترس شکست میخوره ترس دیگه نیست آمین این است قدرت خداوند خبر خوش دارم خدمت شما در قسمت آخر صحبت عزیزان خبر خوش دارم این که اگر فکر میکنی ضعیفی ناتوانی اگر فکر میکنید که پر از گناه پر از درد بعضی ها شاید میکنی. خب من بابای اماندار دو سه روزه و یک ماه و پنج ماه و چیش ماه هستم من که معلم و اسقف و کشیش و خادم این آن نیستم عزیز من بیسای مسیح ایمان داری اون قدرت آسمان و برکت سماوی در توست تو نجات را داری تو حضور خدا را در قلب داری تو بدنت معبد روح القدس شده پس همه چیز را داری فکر نکو که من زمان میتونم در حضور خدا برام و بمانم که خیلی قوی باشم پر از روح باشم روحانی باشم خیلی الهیاتدان باشم خیلی تحصیلات بالا داشته باشم این داشته باشم آن داشته باشم تا برم در حضور خدا و بگم خداوند الا آمدم دیگه من آدم بسیار قوی هستم منو بپذیر چون تو خدای بی‌نهایت هستی نه نه کلام خدا چیز دیگه میگه برعکس خداوند میخواید و منتظر است ایزان که ما با تمام شکست های با تمام شکستگی ها با تمام ضعف ها حتی با تمام گناهان ما با تمام ناتوانی های ما بریم در حضور خدا و این شایستگی دریافت حکمت قدرت قوت و پوری روح را دریافت کنیم آمین هیچ کدام ما نه حکمت داریم نه قوت داریم نه 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 این روحانیت را داریم نه تا اون حدی هستیم که بتانیم خود ما را قوی بسازیم بعد بریم در حضور خدا ایزان این حضور خداست این ماندن در حضور خداست که من تو را قوی می حکمت می بخشه فیض میبخشه و این روحانیت و این شایستگی را در ما با وجود میاره تا با این مشارکت و ملاقات با خدا لذت ببریم آمین این است که خواست خدا از من تو اگر احتیاج از را داریم که بریم به حضور خدا اگر نیاز را در خود میبینی امروز اگر این نیاز و این اه اه احتیاج را میبینی در حضور خداوند پس تصمیم بگی تصمیم بگی عزیز من یک قدم وردار و بگو من خداوند میخوایم که در حضور تو بمانم چون عزیزان کور احتیاج به بینایی داره کمتر احتیاج به شنوایی داره گناهکار احتیاج به آمرزش گناهان داره اگر کسی میخواد بگه من سالم هستم من هیچ احتیاج ندارم هیچ نیاز ندارم خدا همه چیزه برای من داده اوکی من چیز حرف ندارم من نمیتونم چیز بگویم ولی اگر نیاز از این میبینم که بله من انسان هستم که نیاز به حضور و قوت و روح خدا دارم پس من به حضور خدا باید برم اعتراف به گناه بکنم اعتراف به ناتوانی بکنم اعتراف به شکست بکنم اعتراف ای بکنم که عزیز خداوند من همه چیز میتونم برای من بده اگر من فروتن شوم خدا فروتنان را چی میکنه سر میکنه این کلام خداست این وعده خداست اگر خدا ما در حضور خدا فروتن بکنیم آیت داریم در کلام خدا فکر کنم سه دقیقه وقت دارم که بریم نزد خدا زانو بزنیم با با فروتنی از خداوند بخواهیم و اون کلام تعلیم چی است؟ روقا باب ده از آیه سی و اشت می که عیسی مسیح حرف رزد زد گفت مارتا مارتا تو را چیزهای بسیار بسیار نگران ساخته خیلی چیزها تو را نگران ساخته چرا دل واپسه؟ چرا ترس داری؟ چرا فکر میکنی که با قدرت و قوت خودت همه کار را میتونی انجام بتی؟ که من بر خدا این کار را میکنم من بر خدا اون کار را میکنم بله ما میتونیم هر کار را بکنیم از راز انسانی خیلی در جسم خیلی کارها میتونیم انجام بدیم حتی خدمت های روحانی ولی بازم هم از تعلیمی که از کلام خدا گرفتیم عزیز خدمت من تو را به آسمان نمی خدمت من تو را در حضور خداوند برای همیش نمیگذاره میگه نه. مثال میتق... مثال آخر ما امروز در این جلسه جمع شدیم عزیزان ما خیلی خادمین اینجا است دو ساعت سه ساعت زودتر میاین و دو ساعتم دیرتر از جلسه میدن بیرون که من شما که اینجا این برکت بگیریم خدمت خیلی چیز با برکتی است از طرف خداست برای خداست و عزیزان من اینجا دو ساعت به عنوان مثال میگم این فقط به عنوان مثال عزیزان که پشت تخنیک کار میکنن دو ساعت زود میان و خیلی زحمت میگن و کار پر مشقت و پر زحمتی است اگر این کار بعد از دو ساعت، چهار ساعت، پنج ساعت، شیش ساعت طول بکشه بالاخره خسته میشن برن بیرون میگن امروز خیلی کلیسا کار کردیم خیلی زحمت کشیدیم و خیلی خسته شدیم احساس خستگی میکنن اینجاست که مارتا هم برای عیسی مسیح شکایت کرد که مارتا من همه کار عیسی مسیح من هر کارا میکنم ببین چای درست کردم نمیدونم زرش پلو درست کردم این کار را کردم چای درست کردم برتون قند آوردم بر این کار را کردم میسای بس ببین چقدر دو... این دعوت و پارتی برای زیافت خانه براتون چقدر زحمت کشیدیم ولی مریم چی میکنه مریم هیچ کار نمیکرد شکایت غرغر کرد چی میگن آمدم خودش در حضور خداوند میخواست خالی بکنه ولی عیسی مسیح چی گفت مارتا مارتا چیزهای بسیار نگران کردن ولی آن چیزی که مریم دنبالش است و او را دریافت کرده که هیچ وقت ازش گرفتن نمیشه چی است او بودن در حضور من بودن و نشستن در مقابل یا در جلوی پاهای من بودن با خداوند بودن با عیسی مسیح که این حضور هیچ وقت گرفتن نمیشه اگر ضعف دارید گناه داری مشکل داری و میگی من نمیتونم در حضور خدا برم خدا منو ترک میکنه قد گناهان و مشکلات من زیاد است که خدا من یا فراموش کرد یا من اصلا نمیپذیره من آن چنان گناهان در من است که خدا منو ترک میکنه ولی عیسی مسیح امروز میگه ای من امروز حرف ایسای مسیح در این کلامش است که بیا نزد پاهای من در حضور من بمان چیزهای بسیار تو را نگران نکند دردها و ترس ها و شکست ها رو نگران نکند بیا آن چیزی که مریم برگزید تو هم برگزین با من باش هیچ وقت این حضور از تو گرفته نمیشه حضور خداوند هیچ وقت هیچ وقت من و تو میتونیم قدم ها از خدا دور شیم متر ها و کیلومتر ها دور شیم ولی خدا از مردمک و از نفس چشم برم از نفس از نفس و از مردمک چشم ما متون نزدیک تر میشه آمین امروز ما میز شام خداوند داریم امروز ما دعوت شدیم پای قدم های خداوند خداوند نگه گفت که بدن من و خون من برای شما هستش به این معنی که اگر این حرف را به این ارتباط بدم که خدا من تو را به حضور خودش دعوت کرد در این زیافت و دعوت خودش دعوت کرد در این مهمانی خودش از من تو خواست که بیام امروز در مقابلش فکر بکن عزیز من با ایمان بیا با این ایمان با این باور که این میز که در واقعا حضور خداست چون این بدن مسیح و خون مسیح هست من تو نمیم در مقابل یک میز بلکه در مقابل قدم های ایسای مسیح زانو میزنیم و این حضور با از خدا دریافت میکنیم و با این حضور میریم در زندگی و در این حضور میمانیم بیان ایزان یک لحظه بیسیم دعا بکنیم و یک قول بتیم برای خداوند که خداوند من امروز میم صحبت های بعدی اشار حتما پاسور عزیز دارن و خوار نسیرین ولی خواهش من از شما است بیسیم یک لحظه با این ایمان بیایم در میز اشار بگیم خداوند این حضور توست و من میخوایم در حضور با تو بمان من میخوام در حضور با تو بمانم زانو بزنیم در حضور خداوند این خدا ارزش ای داره زانو زدن در حضورش ارزش داره که خود ما رو فروتن بکنیم ارزش داره که خود ما رو خم بکنیم ارزش داره که اقرار به گناهان و بدی های خود بکنیم و بس کسیفیهای خود و سیاهی خود و بیایم در حضورش ارزش داره چون جانشه برای من تو داد چون بدنش برای من تو داد در حضورم چه خدای میهیم و میگم قول بته با این قول که خداوند من میخوایم در حضور تو بمانم مطمئن باش که دست ترت نداره ایسای مسیح ایسای مسیح آغوش داره فیض محبت پدر فیض عیسی مسیح مشارکت روح القدس داره دست ترت نداره آمین فیض خداوند با شما باش عزیز